السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان نهایت گرامی برنامه پاسخ نور، باز هم سلام خدمت شما تقدیم می دارم. موضوع مورد بحث امروزی ما پیرامون مسائل متفرقه روزه مبارکه اختصاص داده شده است. دوستان نهایت گرامی، چنانچه که قبلا در مقدمه برنامه تذکر داده شد، واقعا که این ماه مبارک و این روزه مبارک و روزداران بزرگوار که در این ماه مبارک رمضان به خاطر اطاعت و فرمانبرداری الهی و همچنان پیروی از سنت نبوی صلی الله علیه و سلم با لبهای خشک و نفسهای گرسنه و ترشنه روزه های ماه مبارک رمضان را به خاطر کسب رضای الهی سپری می نماین. خداوند متعال روزه های همه ما و شما را به درگاه خود قبول و مقبول بگرداند و پاداش اخروی روزه مبارک را برای همه روزداران ماه مبارک رمضان در دنیا و آخرت برایشان نصیب بگرداند. دوستان عزیز، موضوع خیلی مهم که درباره روزه و مسائل متفرقه روزه بحث داریم، واقعا مسائل خیلی جذاب و مسائل خیلی مهم است که پیرامون آن بحث می نماییم. الله تبارک و تعالی در قرآن عظیمشان پیرامون این ماه مبارک رمضان چنان می فرماید که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. یعنی ماه مبارک رمضان را به معرفی می گیرد و این ماه را تعریف می نماید به نام اینکه ماه مبارک رمضان یگانه ماهی است که نازل شده است در آن قرآن عظیمشان. به خاطر چی؟ هدى للناس، به خاطر رهنمایی مردمان، تا که مردمان را از تاریکی به طرف روشنی سوق دهند و مردمان را از جانب ظلم و بی‌عدالتی به جانب عدالت و صلح و اخوت و همچنان برادری دلالت نماید. پس این قرآن را الله تبارک و تعالی در ماه مبارک رمضان نازل کرد. هدى للناس و بینات من الهدى. و دیگر اینکه در قرآن عظیمشان نشانه ها و آیات بسیار هویدا و اشکارای وجود دارد که این باعث هدایت انسان ها می شود. می تواند انسان هایی که به طرف جاده های منحرف حرکت می نمند و به وسیله روشنی قرآن عظیمشان را یاب شوند. بینان دوستان عزیز، این ماه مبارک رمضان یگانه ماهی که الله تبارک و تعالی در دیگر جای قرآن عظیمشان عظمت این ماه را بیان کرده، اینا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی هر آینه ما نازل نمودیم قرآن عظیمشان را در شب قدر، که شب قدرم در ماه مبارک رمضان می بوده باشد. و یا اینکه الله تبارک و تعالی در جای دیگر قرآن عظیمشان کتب علیکم الصیام فرموده، به این معنا و مفهوم است که فرض کرده شده بر شما روزه، یعنی به معنای این است که روزه ماه مبارک رمضان بر بالای شما فرض گردانیده شده است. کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانچه که فرض کرده شده است، یعنی روزه ماه مبارک رمضان بر آنانی که قبل از شما بودند، بر آنانی که پیش از شما از امتهای دیگر گذشتند. و این آیات ها دوستان عزیز در قرآن عظیمشان سراسر به فضیلت ما، به عظمت ما، به برکت ماه مبارک رمضان دلالت میکند. چنانچه که در حدیث شریف هم آمده که جعل الله صیامه فریضه، گردانید الله تبارک و تعالی روزه این ماه مبارک را فرض، و قیام لیله تطوعا، و قیام لیل آن را که به معنای نماز تراویح است الله تبارک و تعالی برای شما یعنی نفل گردانید.
به این معناست که یعنی فرض نی نفل گردانیده روزه ماه مبارک رمضان را الله تبارک و تعالی برای شما فرض گردانید و نماز شب آن را که نماز تراویح است آن را نفل گردانید. بینان دوستان عزیز، این بود که الله تبارک و تعالی عظمت این ما را و همچنان فضیلت این ما را و همچنان برکت این ما را در جای مختلف از قرآن عظیمشان فرموده، اینا انزلناه فی لیلت مبارکه، یعنی هر آینه ما نازل کردیم این قرآن عظیمشان را در یک شب بسیار مبارکه و بابرکت، که آن شب هم عبارت از شب قدر است و شب قدر در ماه مبارک رمضان می بوده باشد. سراسر دوستان عزیز، دلالت این آیت ها یا از لحاظ دلالتن و یا اشارتن به این است که این ماه مبارک رمضان یک ماه بسیار بزرگ و یک ماه بسیار عظیم و یک ماه بسیار با برکت و یک ماه بسیار با فضیلت است که الله تبارک و تعالی تمامی کتاب های آسمانی را در ماه مبارک رمضان حتی نازل کرده است. دوستان عزیز، چنانچه که قبلا تذکر داده شد که الله تبارک و تعالی قرآن عظیمشان را در ماه مبارک رمضان نازل کرده، یعنی تنها این که نه که قرآن عظیمشان یک کتاب آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شده باشه، بلکه تمامی کتاب های آسمانی، اگر تورات است، انجیل است، زبور است، قرآن است، این همه کتاب های آسمانی در ماه مبارک رمضان بر روی زمین بر بالا یک پیامبر فرود آمده و نازل گردیده، که این ماه را در حدیث شریف قسمان که بیان شده که اوله رحمتون و وسطه مغفرتون و آخره عتق من النار، به این معنا و مفهوم است که این ماه مبارک رمضان را به سه بخش و به سه حصه و به سه سهم تقسیم نموده، که بخش اول این ماه مبارک رمضان در روز اول روزهای با برکت است، یعنی بسیار رحمت الله تبارک و تعالی در این روزها نازل میگردد، و همچنان دای اوسط ماه مبارک رمضان را اوقات مغفرت نامیده شده است، که روزداران، نمازگزاران، بندگان، عبادت کنندگان الله تبارک و تعالی در 15 روزی که الله تبارک و تعالی یا ای که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود و اوسطهم مغفرتون، اوسط ما اوقات مغفرت الهی است که بندگان گناهگار و مجرم و بندگان فاسق و فاجر الله تبارک و تعالی به برکت این ماه مورد مغفرت قرار می دهد. و آخره عتق من النار، به این معنا و مفهوم است که آخر ماه مبارک رمضان اوقات نجات از گردنها از آتش دوزخ است، یعنی یک عده انسانهای دوزخی با برکت این ما، با عظمت این ما، با فضیلت این ما از آتش دوزخ نجات پیدا میکنند که قبلا به سبب گناه مستحق دوزخ گردیده بود، اما اکنون به سبب روزه ماه مبارک رمضان الله تبارک و تعالی آن بنده های مستحقین دوزخ را در 10 روز اخیر از ماه مبارک رمضان براءت برایشان میدهد، یعنی این گناهگاران از آتش دوزخ در حالی که مستحق هم بودن نجات میابند. این تمامی دوستان عزیز فضایلی هستند که نهفته در ماه مبارک رمضان هستند، و از هر لحاظ گفته میتوانیم که ماه مبارک رمضان چنین ماهی است که در آن رزق و روزی مؤمنان زیاده میگردد، و ماه صبر هم نام نهاده شده است، به خاطر به این خاطر این ماه را ماه صبر گفته می شود که روزداران در مقابل هر نوع گرسنگی و تشنگی و خواهشات نفسانی صبر و تحمل را اختیار می کنند. اما جای است که الله تبارک و تعالی در مقابل این صبر و تحمل روزداران اجر و ثواب پاداش بی پایان را نصیب می گرداند. بینان دوستان عزیز، مسائلی که خدمت شما به عرض رسانیده شد واقعا بسیار مسائلی ضروری بود. یک دوست ما
از ولایت کابل تماس گرفتن، ببینیم که چی سوالی دارن. بله، سلام علیکم. بله بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهر عزیز بفرمایید، چه سوالی داشتید؟ سوال علیکم علیکم سن که یعنی یادت محور سال بر از تو بهتر هم بسی از روزا بگیم سوری. خب یک سوال داشتید؟ یک سوال بگم که ماه مبارک رمضان سرمت مغروم میگم میکنم سوری. سوال دومتان را درست نگرفتیم. درست گرفتین، تشکر هست. سوالتان انشاءالله جواب را از طریق تلویزیونتان بشنوین، جواب شما برای شما رسانیده میشه. سلامت باشین عزیز. واقعا مسائل بسیار مهم را خواهر عزیز مطرح کردن. یک سوالشان البته پیرامون روزه گرفتن در حالت محور و سوال دویمیشان در مورد سرمه در اوقات روزه، البته بسیار مسائل مهم از هر دو. سوال اولیشان که در مورد تکلیف محور برای در روز بودن، واقعا که اوقات امی تکلیف محور از لحاظ شرعی تعیین است، حد اقل 3 روز و حد اوسط 5 روز و حد اکثر 10 روز. در حالت تکلیف محور اگر جریان داشته باشه به هیچ وجه روزه گرفتن جایز و درست و روا نیست، حتی گناه هم دارد. و بعد از قسمان که شما سوال کردین، بعد از سپری مدت 10 روز تکلیف محور روزه بگیرین. البته خواهر عزیز یک سوال بسیار مهمی که با آن اشاره کردن این است که در بعضی اوقات شک نیست که تکلیف ادامه پیدا میکنه و او مانع نماز و روزه نمیشه. به این معنا و مفهوم است که حد اکثر تکلیف محور برای یک ماه 10 روز است. تا 10 روز مانع نماز و روزه شده میتواند و بیشتر از 10 روز تکلیف محور اگر ادامه هم داشته باشد و او شامل تکلیف محور شمرده نمی شود و از جمله تکلیف محور محسوب نمی شود، از این لحاظ بعد از 10 روز نماز هم خوانده شود و روزه هم گرفته شود. اگر مثلا بالفرض و تقدیر عذر ادامه داشته باشد بعد از 10 روز مشکل در وضو پیدا شود، هم مشکلی نیست که در امو وقت وضو بکند. اگر عذر ادامه هم داشت به همراه امو عذر امو نماز را بخواند و نماز نفلی هم خوانده میتواند و برای نماز بعدیشان دیگر وضو جدید لازم است. اما بعد از درود به هیچ وجه مانع نماز و روزه شده نمیتواند. خواهر عزیز سوال دومیشان در مورد سرمه در اوقات روزه گفتن. خواهر عزیز در مورد سرمه کشیدن، خب درست است که سنت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است، اما در مورد سرمه خب کدام مانع شرعی هم وجود ندارد. لکن یک مسئله دیگر بسیار مهم است که دوایی که در چشم انداخته میشه اگر به حلق برسه و یا دوایی که در گوش چکانیده میشود و او به حلق انسان احساس شود و یا دوایی که به چشم و یا سرمه، در صورتی که تلخی سرمه اگر به حلق یک روزدار چنین احساس بکند باز مشکل را بر روزه پیدا میکند. اگر در غیر آن سرمه کشیدن کدام مانع شرعی ندارد. دوستان عزیز مسئله بسیار مهمی بود که در مورد مسائل روزه واقعا که بسیار مسائل ضروریاتی است که در بعضی اوقات چنانچه که روزه از خود فرایض دارد، واجبات دارد، سنن و مستحبات و آداب دارد، همچنان روزه از خود مفسدات و مکروهات و محرمات می داشته باشد. بنان اگر کسی بخوان که روزه درست و سالم و
و کامل و را ثواب آن را چنانچه که وعده پروردگار و پیامبرش است برای خود یک ثواب کامل و سالم کسب بکند. از این لحاظ گفته می توانیم که واقعا یک روزه بسیار پاک و پاکیزه برای یک مسلمان روزدار کار است. به این معناست که دوستان عزیز، در ماه مبارک رمضان نه تنها این که دهان بند کرده شود، درست است که در کتاب ها روزه را معنای لغوی آن را امساک گفته است، به معنای بند کردن دهان است، اما از لحاظ ظاهری هم انسان باید که از غیبت و از بهتان و از تهمت و از هر کار ناروا و نامشروع انسان روزه بگیرد و خودداری بکند، پرهیز و اجتناب بکند. در بعض روایت ها آمده که غیبت روزه را مشکناند. بنابراین دوستان عزیز، اگر از لحاظ روایت مشهور غیبت روزه را اگر نمشکناند هم، اما نقصانی به روزه وارد میکنند. یک انسانی که در داخل نماز بعد از تکبیر تحریمه چنین عمل نامشروع را انجام بدهد، آیا به نماز او نقصان وارد میکند؟ پس روزه همچنان نقصانات را به روزه، در حالت روزه هم غیبت نقصانات را وارد میکند. برادر عزیز ما اسماعیل از کابل سوال کردند در مورد فطر روزه یک نفر چند افغانی میشود. برادر عزیز خوب سوال کردین، سوالی که در مورد فطر روزه یا ما صدقه فطر میگیم و بعضی ها که اصلا فطر روزه میگوین، به هر حال اندازه صدقه فطر یا فطر روزه به اندازه یک چارک گندم است، اصلا از لحاظ تعینات شرعی. این خوب گپ است. و یا ای که کسانی که در وطن ما خو مروج این است که هیچ کسی به از لحاظ فطر روزه کسی خرما نمی دهند، زیادتر محاسبه از روی گندم میشن، به خاطر که قیمت گندم از قیمت خرما کرده پایین تر است. از این لحاظ با وجود که فقهای کرام فرموده که در مورد صدقه باید که منافع فقرا نسبت به اغنیا در نظر گرفته شود، به این معنا و مفهوم است که آن محاسبه ای که به نفع فقراست موافق و همچنان مطابق آن باید محاسبه صورت بگیرد. بنان صدقه فطر و یا فطر روزه برای یک نفر اگر به عوض گندم که یک چارک نام بردیم و یا خرما و یا کشمش، بعضی چیزهای دیگری هم که قیمت آن محاسبه میگردد، اما برای مردم عوام ما آن محاسبه مشکل است، فقط خلاص در اصطلاح مردم ما میگن که بسیار باید خلاصه، اما معنا و مفهوم اما قیمت گندم که فعلا مروج است برای مردم ما باید گفته شود. به هر حال دوستان عزیز، شاید تقریبا یک سیر گندم در امی اوقات یا 300 یا کمتر از 300 وجود داشته باشد، تقریبا یک چارک آن 75 کم و بیش همین قدر تقریبا افغانی صورت میگیرد از لحاظ محاسبه که ما کردیم. و یا ای که باز هم محاسبه صورت بگیرد که مثلا وقتی که اگر گندم 300 بوده باشد یا اینکه 280 گندم بوده باشد، به هر حالش قیمت آن محاسبه شود، قسما که از بر یک روزدار چارک گندم صدقه فطر داده می شود، از امو یک سر گندم هم قیمتش چارک آن را برای صدقه فطر استفاده کرده شود. بنان دوستان عزیز، مسئله ای که بسیار مهم و ضروری بود واقعا که مسئله صدقه فطر هم هست، و مسئله ای که روزدار باید روزه خود را از لهویات حفاظت بکند تا یک روزه کامل و روزه سالم و روزه درست بوده باشد. مسئله دیگر مسئله تراویح بود. دوستان عزیز، واقعا که تراویح یک سنت موقت
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است در ماه مبارک رمضان و این تراویح هر رکعتشان از لحاظ فضیلت یک فرض را که کسی که در غیر مبارک رمضان انجام میدهد آنقدر فضیلت دارد. ضرور است بر هر فرد مسلمانی که روزه میگیرند باید در کنار روزه خود نماز تراویح را هم ادا بکند. اگر روزه فرض است نماز تراویح سنت است، صدقه فطر که است او واجب است، ای لوازم روزه است. همه از فرض که شروع کردیم و ای را تا به آخر، تا به واجب، تا به سنت، تا به مستحب ای روزه را به پایان برسانیم تا اینکه روزه ما یک روزه کامل بوده باشد. دیگر دوست ما فکر میکنم که به نام صلاح الدین از کندوز سوال کردن که نماز تراویح 8 رکعت میخوانیم کدام مشکل دارد یا خیر؟ برادر عزیز خوب سوال مهم کردن، اما اصطلاح مردم ما این است که میگن که از شب شب گفته که شفتالو بگویم، یا کمی اصطلاح ما واضحتر صحبت بکنیم بهتر است. در همین وطن ما یک گروه مدل نو بسیار به مدت کم وقت در دوره جمهوریت پیدا شده بود که نماز تراویح را 8 رکعت میخواندن. خب دوستای عزیز متوجه شدین که گروه را کدام گروه گفتیم؟ یک گروه مدل نو گفتیم براتون که به دوره جمهوریت تخمینا این گروه پیدا شده بود که نماز تراویح را 8 رکعت میخواند. دوستان عزیز آن احادیثی که پیرامون ثابت ساختن و یا یکی درست از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، آن حدیثی که متفقون علیه است، آن حدیثی که صحیح است، دلالت بر این میکنه که نماز تراویح 8 رکعت نیست، نماز تراویح 20 رکعت است. و این برادر گفتن که 8 رکعت بخوانیم کدام مشکل دارد یا خیر؟ بله برادر عزیز، اگر نماز پیشین 4 رکعت فرض آن را ما 2 رکعت بخوانیم بدون سفر، این کدام مشکل دارد؟ و یا ای که اگر نماز عصر 4 رکعت فرض است ما 2 رکعت بخوانیم، این مشکل دارد یا ندارد؟ همچنان نماز تراویح که 20 رکعت تعیین شده و این نماز 20 رکعت تراویح سنت مؤکد است. به این معناست که سنت های مؤکد یعنی سنت های تاکید شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در حدیث نماز تراویح را 20 رکعت و هم در زمانه خلفای راشدین نماز تراویح 20 رکعت خوانده شده است. خب بالخصوص در وقت و زمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خب یک دلایل 100% وجود دارد که نماز تراویح 20 رکعت خوانده شد. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کسایی که میگن که ما اهل حدیث هستم و عمل به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنم و میخوام حدیث پیامبر علیه السلام است. به هر حال دوستان عزیز نماز تراویح 20 رکعت است و این 20 رکعت کاملا مؤکد است، تاکید شده است از جانب پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم. هیچ دلیل موثق وجود ندارد که نماز تراویح 8 رکعت خوانده شود، بلکه نماز تراویح باید هم به جماعت و هم زنان که در خانه میخوانند باید 20 رکعت تراویح بخوانند. دوستان عزیز همین قسم دین تراشی قبلا وجود داشت. بعضی میگفتن که نماز جمعه را نخوانین، بعضی میگفتن که 20 رکعت تراویح نخوانین 8 رکعت تراویح بخوانین، بعضی میگفتن که زکات نتین، بعضی میگفتن که امر بالمعروف و نهی عن المنکر در این کشور خیلی مشکلات را پیدا کرده بود. به این معنا و مفهوم یعنی دین تراشی از دین چیز را کم ساختن، این کار وجود داشت از قبل. این برنامه البته ادامه داشت که کار دین تراشی در این وطن خیلی به جدی روان بود.
و این برنامه تقریبا بگویم که برنامه دین تراشی از هر چیز دین کم کردن، از نمازهای پنجگانه نماز جمعه را کم کردن، جهاد را کم کردن، 20 رکعت تراویح را به 8 رکعت رسانیدن و یا بعضی مشکلاتی که دیگر وجود دارد در مورد زکات، حتی گفتن که بعضی گپای را گفتن، این مشکلات وجود دارد، ولی مسلمانان متدین متوجه دینشان باید بوده باشند. اجازه نتن کسی که از دینشان چیز را کم بکنن، وگرنه در غیر از او روز فرا خواهد رسید که از دین هیچ چیزی نخواهد ماند. به هر حالش دوستان عزیز، امان قسمی که در مقدمه برنامه تاکید کردیم، نماز تراویح نباید کم از 8 رکعت خوانده شود. دلایل اگر بگویم دوستان عزیز، در این برنامه بسیار کوتاه و مختصر گنجایش زیاد دلایل را ندارد. ما فقط همین قدر زمینه را مساعد کردیم که برای هر سوال، برای هر پرسش باید پاسخ فقط رسانیده شود. دوستان عزیز، مسئله روزه و یا مسئله صدقه فطر و یا مسئله نماز تراویح هر یک از دلایل خود را دارند. روزه ما مبارک رمضان که فرض گفته شده به دلیل آیت قرآن عظیمشان، فرضیت این روزه ما مبارک رمضان ثابت است. صدقه فطر را که در ماه مبارک رمضان راجع به روزداران و یا غیر روزداران میگیم که واجب است، دلایل وجوبیت این صدقه فطر به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود دارد. و نماز تراویح را که سنت میگویم، دلیل سنتیت نماز تراویح به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. حتی در حدیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم فضیلت نماز تراویح را گفته، اما یک دوست ما روی خط هستند، بعد از جواب سوال آن انشاءالله پیرامون این مسئله صحبت خواهد کردیم. برادر ما فکر میکنم احمد از تخار سوال کرده که در مورد نماز تهجد معلومات دهید. بسیار سوال خوب است، سوال بسیار مهم است. دوستان عزیز، یک جواب کلی و یا یک جواب عمومی در مورد نماز تهجد قسمان که سوال کرده شد معلومات داده می شود. نماز تهجد از 2 رکعت گرفته تا به 8 رکعت، اگر بیشتر یک کسی توانایی داشت از 8 رکعت تا 12 رکعت نماز تهجد خوانده شود. اما دوستان عزیز، وقفه داریم که پیرامون این مسئله بعد از وقفه صحبت خواهد کردیم. باز هم سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده های عزیز و نهایت گرامی برنامه پاسخ نور. باز هم به برنامه خوش آمدید. بحث ما پیرامون مسئله نماز تهجد ادامه داشت، قسمان که قبلا سوال مطرح شد. دوستان عزیز، یک مسئله تعداد رکعات نماز تهجد است و یکی اوقات خواندن نماز تهجد. اما در مورد تعداد رکعات نماز تهجد از 2 رکعت گرفته تا به 8 رکعت و الی 12 رکعت کسی که توانایی دارن، و این تعداد رکعات نماز تهجد شد. دوستای عزیز، یک مسئله دیگه هم ناگفته نمانه که نماز تهجد را 2 رکعتی بخوانید، نماز تهجد را 2 رکعتی نیت کنید، یعنی 4 رکعتی نخوانید به خاطر از اینکه 2 رکعتی خوانده شود که این نماز شب است. نمازهای شب قسم تراویح، تراویح را شما ببینید که یک نماز شب است، 2 رکعتی خوانده می شود. و این نماز تهجد را هم به خاطر 2 رکعتی نیت کرده شود و خوانده شود که قیاس شده است به نماز تراویح.
قسمان که نماز تراویح دو رکعتی نیت می شود و این نماز تهجد هم باید دو رکعتی نیت شوند و هر بار با یک نیت دو رکعت باید در نماز تراویح و نماز تهجد نمازهای شب است از لحاظ دو رکعتی خوانده شود. و مسئله اوقات نماز تراویح، دوستان عزیز، بعد از نماز خفتن که وقت تراویح هست تا به قبل از صبح صادق، اما بیشترین با فضیلت ترین وقت نماز تراویح که انسان در نصف شب از خواب بیدار شود و به نیت نماز تهجد وضو بگیرد و بعد نماز تهجد را به وضو جدید بخواند و بعد از او هم خواب شود و این تهجد با فضیلت بیشتر می بوده باشد. و اگر کس این توانایی را ندارند، مثلا در قسمت آخر شب هم اگر کسی نماز تراویح را می خواند، باز هم نسبت به سر شب فضیلت بیشتر دارد. این اوقات نماز تراویح و یا اوقات نماز تهجد بود. بنان دوستان عزیز، مسئله بسیار مهم و ضروری و فضیلت خصوصی نماز تهجد را الله تبارک و تعالی در قرآن عظیمشان فرموده که خداوند متعال به وسیله نماز تهجد تو پیامبر را به مقام محمود می رساند. این نماز تهجد بر بالای خود پیامبر علیه صلات و سلام فرض بود، اما بر بالای ما شما صرف فرضیت خو ساقط گردیده، اما حالت سنتیت آن کس باقی مانده که بر بالای ما شما بر فعلا نماز تهجد خواندن سنت است. این بود معلومات پیرامون نمازهای تهجد که خدمت شما به عرض رسانده شد. اما مسائلی که پیرامون روزه ماه مبارک رمضان ادامه بحث مایان بود، خصوصا در مورد مسئله صدقه فطر که بعضی دوستا سوال کردن واقعا که وجوبیت آن و یا دلایلی که قیام اللیل یعنی نماز تراویح را یک فضیلت خاص الله تبارک و تعالی برایش داده. در حدیث شریف آمده است که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کسی که روزه گرفت، روزه ماه مبارک رمضان را، چه قسم روزه گرفتن، با کدام نوع روزه که دوستای عزیز، یک قسم روزه خو یک قسم روزه است که تمام روز با مردم جنگ کنی و یا دشنام بزنی و یا با کسی اذیت و آزار برسانی، و یک قسم روزه است که انسان از همه چیزها روزه میگیرن. بعدن پیرامون این مسئله صحبت خواهد کردیم و یک دوست دیگر از کابل تماس گرفتن، میگن که صدقه فطر را به چی کسانی داده میتوانیم. درست است، مسئله را گرفتیم. زکات، صدقه فطر در مجموع صدقات و خیرات که از مستحقین آن که از فقرا هستند. الله تبارک و تعالی در قرآن عظیمشان می فرماید اینما الصدقات للفقراء والمساكين الآیه، یعنی جز نیست که مستحقین صدقات و خیرات و زکات که است فقط فقرا و مساکین است، که در سپاره دهمی از قرآن عظیمشان خداوند متعال مستحقین صدقات را معرفی کرده است. در هر جایی که فقیر و مسکین را در یابید می تواند که این صدقه فطر برای مردم فقرا و مساکین برایشان لازم است که بدهد. ای بود که کسانی که مستحقین صدقه فطر هم خدمت شما به عرض رسانیده شد، و یا کسانی که اگر مسافرین هم بوده باشد، درست است که برایشان صدقه فطر داده شود. از این لحاظ گفتم می توانیم که هر شخص فقیر و مسکین، خصوصا در حالت فعلی خود در افغانستان فقر بسیار کسا را دامنگیر شده،
اجره هایش نمیکنه. خصوصا در حالت فعلی خو فقر و بیچارگی و مسکینیت بسیار انسان ها را دامنگیر شده است. خداوند متعال از این فقر و از این مشکلات همه ما شما مسلمانان خصوصا افغانستان را نجات بدهد. و این فقر خیلی مشکلی عمده است. به هر حال دوستان عزیز، موضوعی که باز هم پیرامون آن بحث داریم مسائل متفرقه روزه هست. پیرامون احکام مختلف روزه صحبت داریم. ما قبلا پیرامون فضایل بیشتر صحبت کردیم، پیرامون عظمت این ماه مبارک رمضان نسبتا بیشتر صحبت کردیم، اما یک مسئله دیگر هم ناگفته نماند که در حدیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم آمده رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. باز هم یک دوست دیگر است که از ولایت هلمند تماس گرفتن. بله بفرمایید. سلام خدمت شما و تماس شما برقرار است، بفرمایید. شش کال که فکر کنم چې خپل پښتو غږیږي پښتو وایا، یعنی تقریبا شپږ کاله مخکې روژه دې ماته کړې وې. خب از خدا کنه که سوال شما را درست گرفته تانسته باشیم. و این روزه را که شما خورده بودین از لحاظ ولادت روزه خوردین، درست است؟ بله بفر. بله درست. سوال شما را گرفتیم، تشکر، سلامت باشین. فقط جواب را از طریق تلویزیونتان بشنوید. خواهر عزیز واقعا سوال بسیار مهم را مطرح کردن. از ولایت هلمند تماس گرفته بود که پیرامون روزه قسمان که خودشان گفتن. به هر حال دوستان عزیز، روزه خو جزئیات مختلف از خود داره و قضایی روزه هم چند نو است و کفاره روزه هم چند نو است. با هم متفاوت است این مسئله، با هم فرق دارد. یعنی یک خو روزه را قصدن بدون کدام عذر شرعی خوردن است. و خو درست است که هم قضایی لازم میشه و هم کفاره. دوستان عزیز این مسئله را قسمان به خدمت شما برس رسانیدم. یک کسی مثلا در صورتی که بدون کدام عذر شرعی قصدن روزه را میخورد و در این صورت هم بر بالایش قضایی لازم میشود و هم کفاره. کفاره به این معناست که یک روز روزه را که خورده قضایی آن را بگیره و 60 روز دیگر را هم به خاطر کفاره روزه بگیره باید. برای کسی گفتیم که قصدن بدون کدام عذر شرعی روزه را افطار کرده و خورده. و اگر کسایی که از لحاظ ولادت و یا از لحاظ تکلیف مهوار و یا کدام عذر دیگر از لحاظ شرعی اگر داشته باشد، باز قضایی و یا فدیه آن با این حکمی که قبلا گفته شد با هم تفاوت دارد. باز هم
دوست دیگر هستند از ولایت پروان تماس گرفتند. بله بفرمایید. بله خوش آمدین به برنامه، سوالتان را مطرح کنید. اندک بلندتر صحبت بکنید که من هم یک کمتر از همین گوش مشکل دارم. چکک به گوش، به بینی، به چشم، به زخم، به کجا مثلا؟ به چشم مشکل دارد. من بعدا هم صحبت میکنم. مشکل داره بله، بعدا هم پیرامون از این شکل تفصیلوار صحبت خواهد کردیم. خواهر عزیز پیرامون چکک واقعا که یک مسئله بسیار مهم است برای روزه. خب بعدا صحبت میکنیم. یک خواهر در مورد از هلمند تماس گرفته بودن، یک صورت دیگری قضایی و یا فدیه را برتان بگویم. کسانی که حاضر شرعی داشتن مثل تکلیف مهوار و یا ولادت و یا کسانی که مریض میشوند یا کسانی که مثلا شیخ فانی هستن یا زنی که طفل شیرخوره دارن و یا زنی که تقریبا حامله هستن، این کسانی هستن که نام بردیم که یک عذر شرعی اینا دارن، اینا معذور شمرده میشن. از این لحاظ عذر شرعی اگر روزه را میخورن با روزه دیگری که حکم آن قبلا بیان کرده شد با هم تفاوت دارد. از این لحاظ دوستان عزیز این قسم روزه که از لحاظ عذر شرعی کسی روزه را افطار میکنن فقط قضایی لازم میشود، نه کفاره. مثلا از لحاظ ولادت روزه افطار میکنند، از لحاظ تکلیف محور روزه افطار میکنند، و یا از لحاظ کدام مریضی که وجود دارد و یا از لحاظ شیخ فانی و یا از لحاظ طفل شیرخوره و از لحاظ حاملگی روزه نمیگیرد، این اشخاص فقط بر بالایشان قضایی لازم میشود، نه کفاره. خواهر عزیز یک سوال دیگه هم داشتن از ولایت هلمند که سوال کردن، گفتن که البته از قضایی ها خیلی باقی دارن، به هر حالش در مجموع یک جواب کوتاه برای شما بگویم که قضایی را در هر وقت که بگیرید درست است، ولی بهتر این است که اگر قضایی ها بیشتر قبل از فرضی وقتی گرفته شود و بهتر است. نماز قضایی هم به این شکل است، نماز قضایی را هم قبل از فرضی بخوانید، روزه قضایی را هم قبل از ماه مبارک رمضان بگیرین بهتر است. اگر نتانستید باز هر وقتی که روزه بگیرین کدام مشکل شرعی ندارن، درست است، رواست. دوست دیگر هم از بنام نظیر از کابل تماس دارن. بله بفرمایید. و علیکم السلام. زنده و سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. سوالتان را مطرح کنید. یعنی مادر اولادا که از مفقود الاثر شده، یعنی گم شدن، گفته نمرای چند اولادشان، درست است؟ درست. تشکر، سوالتان را گرفتیم. فقط شما می توانید جواب را از طریق تلویزیونتان بشنوید. زنده و سلامت. یک خواهر عزیز در مورد چکک صحبت کردن، البته سوالی داشتن، گفتن که در ماه مبارک رمضان در حالت روزه اگر چکک به چشم چکانیده شود و یا چکک به گوش چکانیده شود و یا چکک به بینی و دهان و غیره،
بله خواهر عزیز، کاملا مشکل شرعی دارد. چکانیدن چکک در گوش و یا در چشم یک مشکل بسیار عمده این است که در فقها هم در کتابای فقه گفته که اگر اثر آن دوا به حلق انسان احساس شود، این مشکل را به روزه پیدا میکنند. شما ببینید که یک شخص مریض وقتی که به پشت سر میخوابد و این چکک را به چشمای خود میچکاند، بسیار به زودترین وقت اینمی چکک امید دوا از طریق چشم به حلق میرسد. حلق مرکزی است که به طرف وجود داخلی انسان هر چیزی را از لحاظ غذا، دوا، آب، آشامیدنی، چیزی را که انسان میخوره وقتی که از حلق میگذره دیگه روزه را میشکنان، مشکل را پیدا میکنه. امید چکک را به شمول پیچکاری برتان بگویم، بعد از افطاری شام میتونه شما در وقت از چکک استفاده کن. وقتی که روزه را افطار کردید، شب بسیار دراز است، شب بسیار طولانی است، بعد از شام تا به قبل از صبح صادق این خیلی وقت میباشه، میتونه شما از چکک و از پیچکاری و غیره هر نوع معالجه تداوی که وجود داره میتونه شما در این اوقات استفاده بکنید در وقتی که روزه نیستید. در غیر آن در اوقات روزه از چکک گوش، چشم غیره کاملا جلوگیری باید صورت بگیرد. این برادرم یک سوال دیگر داشتن، نظیر از ولایت کابل، که مشکل از اینا واقعا خیلی ها عمده مشکل است. قسمان که خودشان سوال را مطرح کردن، مادر اولادا را گفتن فرار کرده، مادر اولادا مفقود الاثر شده و خودشان گفتن که تقریبا 6 اولاد را با خود برده و چند تا ماشاءالله خیلی زنی با برکت هم بوده، یقدر طفل داشته که 6 تایش را برده، هنوز دیگه هم با خانه باقی مانده. و هر حالش دوست عزیز ما هم دعا میکنیم که پروردگار مشکلات شما را رفع بگرداند. این قسم مشکلات ها و در این وطن واقعا کم و بیش وجود داره. و هر حالش و خودتان در ابتدا درست مدیریت نتانستین فامیل را، و این فامیل از خود یک مدیریت کار داره. اما یکان کسا که میگوین که بی پیر میگه به خرابات مرو، دوستای عزیز در هر چی شاگردی کار است. در زندگی فامیلی هم و این رشته را هم تحصیل کردن و این رشته را سپری کردن و این حکمت مدیریت و یا سرپرستی و رهبری یک فامیل را ای را آموختن و ای را عملی انجام دادن، این از جمله ضروریات است. وقتی که یک کسی از خانم خود در ابتدا خبر نباشه، از بچه خود خبر نداره که بچهش در کجاست، از دختر خود خبر نداره، از دیگر اولاد خود خبر نداره، این مشکل در خود شخص وجود داره. پیرامون این مسئله خود صحبت کردیم. دوست دیگر البته تبسم نام از کابل تماس گرفتن، ببینیم که چی سوالی دارن. بله بفرمایید. و علیکم السلام، زنده و سلامت باشین، سوالتان را مطرح کنید. کمی بلندتر صحبت کنین که سوال شما را درست بگیریم. درست گرفتن نتانستیم. بله میشنوم، سوالتان را کمی بلندتر صحبت کنین. درست سوال شما را گرفتیم. انشاءالله بعدا پیرامون این مسئله صحبت میکنیم. دیگر سوال ندارد؟ سلامت باشین. خواهر عزیز در مورد تویانه صحبت کردن، یک جزی از جواب برادر عزیز باقی مانده که قسمان گفتن که مادر اولادا، یعنی قسمان که بیدرک شدن، نامعلوم هستن،
خداوند مشکلتان را رفع بگردانه. ما پیرامون مدیریت یک فامیل، پیرامون رهبریت یک فامیل، کنترل کردن یک فامیل، زن، بچه، دختر، غیره، اگر کسای از اعضای فامیل است، این رهبریت ازی از خود یک حکمت کار داره. اگر خدای نخواسته انسان از اعضای فامیل خود تا بیخبر بوده باشد، یک پسر است ناوقت شو به خانه میه، باید مادر، پدر مراقب از اولاد خود باشه که چطور ناوقت آمد، از کجا آمد و تا هنوز تا یه حصه شب که بیرون از خانه بود چی کار داشت، با کی نشست داشت، با کی دوستی داره، با کی رفاقت داره. اگر فردا مثلا جسدشان از پیش ما گم شد، باز ما به کدام کوچه و به کدام سرک را بپالیم و از کی پرسان کنیم که اولاد ما با کی در این مسیر رفته بود. به هر حال دوستان عزیز، یک کسی که از پسر خود امیتو بیخبر باشه، یک کسی که از خانم خود امیتو مثل شما آره بیخبر که با کی دوستی داشت، با کی رفت، چرا رفت، همین قسم مشکل از فامیل خود کس درست آگاهی نداشته باشه، و یا کسی که از دختر خود بیخبر است، تصویر اینی قدر دراز در اول صف مسجد میه و تصویر یک تا میندازه، از دختر خود خبر نداره که دخترش در کجاست، و یا کسی که از کلین خود بیخبر است، از سایر اعضای فامیل خود، باز بالاخره در نتیجه چنین مشکلات را انسان دچار میشود. از این لحاظ هر یک همون قسمی که در حدیث شریف آمده علا کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتی، آگاه باشید که هر یک شما راعی هستید و هر یک شما مسئولیت دارد از رعیتتان. یک رهبری، یک فامیل، سرپرست یک فامیل از تمام اعضا مسئولیت دارد، باید که درست مدیریت بکنند، باید که درست تربیه بکنند، درست باید تعلیم بدهند، درست سرشان نماز بخوانند، درست روزه بگیرند، درست سر اولاد و اعضای فامیل خود قرآن بخوانند و هر چیزی مبتذل که او قبلا گرچه خیلی زیاد وجود داشت، چیزایی که بسیار انسان را در نشرات تلویزیون ها بعضی اوقات احیای انسان میامد که یک پدر و یک مادر با حضور اولاد و پسر و دختر خودم تلویزیون را دیده نمیتانست، به خاطر بسیار چیزهای بی‌حیایی و فحشات با تلویزیون به نشر میرسید. و اما لله الحمد در شرایط کنونی که نظام اسلامی امارت حاکم است، اما مبتذلات، سریال های مبتذل بود تا به ستاره افغان، گرچه ما در او وقت و زمان کسایی که از ما پرسان میکردن ما ستاره شیطان میگفتیم، و یک کسایی که میگفتن ستاره افغان، ما میگفتیم که نیست، ستاره شیطان بگوین، و این ستاره افغان نیست، افغان که از مسلمان میباشه و افغان که از نمازخان میباشه و افغان متدین میباشه و افغان که از دین دوست و پیروی احکام الهی و سنت رب نبایی میباشه، و این کلمات نادرست را به یک افغان نباید ما شما نسبت بدهیم. به هر حال دوستان عزیز، این خواهر عزیز در مورد تویانه سوال کردن، از ولایت کابل تماس گرفته بودن، سوالشان قسمان بود که تویانه آیا گناه دارد یا ندارد. خواهر عزیز، در مورد مسئله نکاح اولا صحبت بکنیم. این خو مسئله بعضی چیزایی که ما شما فعلا رواج ماست و او را هر نام سرش موندیم و همه ازی شامل نکاح نیست، و آن چیزی که از شاخه های نکاح است مسئله مهر است و بعضی ضروریات دیگر لوازم وجود داره، من بعدا پیرامون آن صحبت خواهد کردیم. اما بعضی چیزهای دیگر نه در دین است، نه در شریعت است، نه در اسلامیت است، نه در مسلمانی است، و او را به هر نام و یا یکی از لحاظ رواج و رسوم خود ما و یا غیر رسوم خود ما او را همراه نکاح مخلوط ساختیم. از آن جمله مسئله تویانه، از آن جمله مسئله ساز و سرات، از آن جمله رقاصی. به هر حالش مسئله تویانه که سوال کرده شد، از لحاظ شرعی مشروعیت ندارد، فقط در شریعت مسئله نکاح هست که آن را هم به همراه شرایط و ارکان آن انجام دادن
و مسئله مهر یک امر شرعی است که حق مسلم یک دختر است، نه حق کاکا و بابا و نیکا و فلان و فلان و فلان. و مسئله دیگر این که مربوط نکاح مسئله از البته به نام در وقت و عصر و زمان پیامبر علیه السلام و یا در زمانه خلفای راشدین و یا در زمانه صحابه کرام که وجود داشتن، او مسئله تویانه نبود، بلکه مسائل بود که به نام دیگر چیزهایی که در آن عصر زمان یاد می شد در عصر کنونی ما از آن سوء استفاده صورت گرفتن و به عوض او چیزهای نادرست و یا اسراف را هم استفاده می کنن، شامل غیر مشروع می شود. به هر حالش مسئله تویانه یک مسئله ناروا و نادرست است. و اگر بخواهیم که ما نکاح یک سنت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است و یا اینکه در حدیث شریف آمده اذا تزوج العبد فقد استکمل له نصف الدین، یعنی وقتی که ازدواج کرد یک بنده و تحقیق که برای از او نصف دین تکمیل شد، فلیتق الله فی النصف الباقی، پس باید که بترسد از خدا در نصف متباقی از دین خود. و هم و همچنان مسائلی که مربوط به این چیز می شدن، از آن جمله دوستان عزیز بعضی چیزای ناروا را با نکاح مخلوط ساختن، او را هم در همین جا به خاتمه می رسانیم. از جمله رقاصی بودن و بعضی مسائلی که در عصر کنونی ساز و سرود می گفتن، این چیزها را با سنت پیامبر علیه السلام یک چیز گناه را با ثواب و یک چیز ناروا را با روا مخلوط ساختن نادرست است. دوستان عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. از خدمت شما مرخص میشیم تا برنامه بعدی. خدا شما را به خدا یکتا و لایزال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله.